Uh huh, I got it like that. Uh huh, yeah I got it like that. Uh huh, I got it like that. Baby, I'm a big deal. I got it like that. Betty, Betty, Betty. I did it again. Who told you that I was finished? Fresh off the plane with a new mani-pedi. My hair stayed late, and you know. I میخونی از رو میخونی پلنتا رو ندارم میبینم این مال مهمون بعدی است اینم که مال مهمون قبلی است مال الانیه کو برای هر مهمون آو. جدا آو. <تصحة> سلطان هیت میانه میگه سلطان هیت میانه <تصحة> بعد از هست <تصحة> نه در اون حد به خاطر اینکه پلنت استراریه این یه <تصحة> <تصحة> توضیح بدم که اصلا موضوع چیه کیمیا که دوست قدیمی ماه خب بعد سر ایونت پلنت اومد یادته این لحظه رو قبول دارم میگن وانس a چیتر always a چیتر یکی یه بار خیانت کنه کلا تو ذاتش هست و اینا خیلی مثلا بازم میکنه من خودم هم چیت کردم باور دارم که کلا ذات انسان تکم سری نیست یعنی ما تنوع طلب این آره. بازی منظورت اینه دفترش باز کرد نامه اعمالت اینجاست عکساشون اینجاست دیدی بعد گفتیم آقا بذار بیا توضیح بده چون من همونجا هم گفتم این موضوعی که تو داری باز میکنی خودش یه قسمت پلنته برای همین من اصلا اون موضوعی که نوشتم این قسمت رو شاید بهش نرسیم کل امروز راجع نه نه در حد بستگی به دیگه خودت داره که چیکار کردی اوکیه اتفاقا مرسی واقعا چون اون روز وقت نشد اصلا من توضیح بدم اصلا به خدا اشتباه امروز یه کاری کنی که کامل هیت بگیریم که یه قسمت دیگه هم بیای شروع کنیم. شروع کنیم. من شروع کنم آره بفرمایید آقا این هفته مرسای ایمپرشن یوتیوب فارسی جابجا شد خب کارم خواست... اونو نگر داره برای بعدا آره، ما فکر با اون شروع میشه اونو نگر داره آره, آره، منم اونو بعدا کارش داریم آره بهش میرسیم خب آره اولا که میخواستم نظرتون رو بدونم راجع اون کسی که اسمش چیه وی... وی، وینی ها، هیچ وقت نمیتونم آره نظرتون چیه چرا این اتفاق افتاد واقعا حالا تو که بیشتر واردی جا به جا شد دیگه من چیز دیگه آره آره حتی کوروش آره، آره. میا و کوروش دیدم میدونه به استوری برش گذاشته بود و <laughs> تبریک گفته و یعنی همه یوتیوبرای اه... که خیلی وقت هم از کار میکنن با این قضیه حال کرده بودن و تبریک گفته بودن بعد من تو تلگرامم یه تیکه یکی ازم پرسید گفتم بعد دیدم او داره خیلی جدی میشه گفتم با سب کن میریم پلنت صحبت میکنیم و اینا من با خودم که فکر کردم گفتم با اینکه من با کانتنت های اون چنل اون دوستمون حال نمیکنم کلا خب به غیر از سیستم بلایندیتش که خیلی تمیز داره ارائه میده و خیلی بلده داره چی کار میکنه, دیگه چی میکنه من میره تو خیابون یه سری اینترویو ها میگیره من با اونا اصلا حال نمیکنم بیتارف خب یعنی حتی اون اولم که یه بار تو پلنت بود یا یه جای دیگه بود گفتم آه, آه, آه اون پسرت خیلی حال نمیکنم هنوزم دارم میگم ولی دلیل نمیشه که بگم نگم دمش گرم یعنی میگم آقا یه کار خیلی باحالی و انجام داده یه سری میگه نه اینکه کاری نداره دوتا مدل اورده اینا با هم اونور ساخت خب کاری نداره همه این کارو دیگه اما یه نکته داره من تا جایی که میدونم ایده اصلی بلایندیت که اومد تو ایران ایده اصلیش که مال اونوره اونی که اوورد تو ایران کاباره بود تا جایی رزلی. که من میدونم رزلی بود حالا باز باید بریم تاریخ ها رو بگردیم و اینا اینو من نمیدونم ولی فکر کنم اونه بعد دقیقا اومد یه کاری انجام داد با همون کسایی که اوورده بود یه بار دیگه گذاشتشون کنار همدیگه یه حالت ریویو و کامنت خوندن و یه شوخی های اینجوری کردن که دقیقا اون کارو وینی هم رفت انجام داد منتها خب خیلی با کیفیت تر و باحال تر و چرا تر؟ واسه اون که دومی دو بود اینه حالا چندمی بود الان که دیگه انش در اومده دیگه همه پشت دیوار یا چه من بس... تو ذهنم این دوتا تا چنل میدونم میگم چرا اون اولیه نتونست اون رو بگیره بعد این رکورد ایمپرشن فارسی رو زد چند تا دلیل میگی تو که یوتیوبری یکیش اینه که اون پسری که آورده بود شبیه اون مرد است که تو 365 روزه همه دختران روش کراشن بیا آره یکیش واقعا اونه درست یکیش اونه. یکیش خود این پسر است وینی که شبیه شاهزاده سرینه این دو دلیل فکر کنم آره آره اجراش هم خب آها بعد رزلی اونقدر درگیر کانتنت نبود یعنی خودش مثلا اونها بیشتر صحبت میکردن این قشنگ میومد صحبت میکرد چقدر گرفت تو 24 ساعت یه میلیون و نیم یه نه یه میلیون اینا حال فرقی هم نداره دیگه بالای یه میلیون که نداشتیم مثلا یعنی مثلا دیگه خفن ترین چیزی که داشتیم موزیک ویدیو پوتک اینا بوده که مثلا یه میلیون ویو خورده نه که یه برنامه 35 دقیقه‌ای تو یوتیوب بذاری یه میلیون خیلی عجیبه ولی میگم من با اون سایدش که یه ذره حس کپی میده و اینا خب آدم آدم میره تو کونش یعنی من اگه جای اون چنله باشم اصلا خورد میشه ولی از طرف خب تمیز کار کرد الان کپی دیگه. دیگه. آره ولی خب چی مخاطب بیشتری بکشونه یوتیوب به نفع همه به نفع همه, همه یوتیوبر آره. آره این سایت رو در نظر گرفت خیلی خب متعاشم تو این نظر خاصی در مورد وینی داری میشناسیش برنامه یا کلا کانسپت مثلا فرض کن من ما فردا بهت میگیم بلایند گذاشتیم تو میای به عنوان یه نفرش راستش اصلا برنامه ها رو ندیدم نمیدونم که تهش چی میشه مجبورم آه. که چیکار باید بکنم نه مجبور که نیستی میتونی تو مثلا منفی باشی اون یکی مثبت آره میرم حال تجربه باحالیه فقط آه. just for fun میرم حالا اگه تو از اون کانسپت بیای بیرون و اینکه خودت کانتنت کریتور و اینا تو خودت اگه دعوت بشی به بلایند دیت دیگه من که بلایند زرت باید برم دیگه نه از این بلایند ای دیت مثل خواستگاری میمونه اسم نه یه قدید. تجربه ای که داری من میبین. نمیرفتم هیچ وقت همچین چیزی ولی خب اصلا کلا تو رنج سنی منم نیست اخه اومدن کسایی که مثلا سرش آم. آره اومدن تو من فکر نکنم آم. واقعا کسی برای همسر بره اونجا آره فقط تجربه داری میری ولی خب یهو دیدی تاشم دیگه تجربه خب پس اندینگ آره اونم هست تجربهش بار من خودم اگه شاید مثلا کانتنت کریتور نبودم شاید واقعا اگه یکی بهم میگه دوستان کانتنت بود بهم گفت میای میرفتم ولی الان نمیری الان دیگه مثلا یارو اگه دو تا ویدیو های مثلا پلنت هم باشه از صدای تو میفهمه کامیز اخباری اون بر نشسته مگی. دیگه اینو من اصلا دقت نکرده بودم میفهمه دیگه راست مگه اینکه اونجا خلا کلا یا اول میگه نمیخوام اینو دیت دوم نمیرم آقا اول از همه راجع به کانتنت هایی که ما هفته پیش با هم دیگه درست کردیم صحبت کنیم چون تو اول یه ایده خیلی مریض پیاده کردی که بچه ها دیدن اون خیلی ویدیو عجیبی بود مهاجرت رو میگی نه هم مهاجرت هم اکس آها آره 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 اونو آره، خیلی آره. آره خودم خیلی دوستش دارم خیلی رب داره به موضوع ما میخوام واقعا تو تو موضوع دوباره نگن مهمون یا جا نشسته صحبت نمیکنه آره،, آره من میترسم بعد به من خیلی میگن راست می مثلا دیگه حرف نمیزنم فقط نظر... کیمیا تو خودت <تصفح> حاضر بودی با اکست یه دونه چیز درست کنی با یکی از اکسات دیگه آدم, کلی اکس داره بشینین راجبه مثلا خاطرات لاست اکس حالت داکیومنتری بشینین دوستاتون بیان خاطره تعریف کنن اینکه چی شده بعد دوباره با خیلی بستگی داره که اون رابطه آخرت با اکس چه جوری خوب تموم شه داری همچین آدمی تو اکسات که هنوز باش دوست باشن رابطه آخر چجوری تموم شده نمیشه بد تموم شده آره پس با اون نمیرفتی برنامه رو بسازی با قبلیش میرفتی قبلیش شهید شده تو جنگ اوکراین فکر کردم شهید چیز پشمام خیلی لحظه لازم من اصلا شهید میرم تو زمان انقلاب خودمون از زمان انقلاب که شهید نشد زمان جنگ که چشن شو اصلا چی فکت رندومی گفت فکت چی خیلی بد بود همونه که گفتم بهش خیانت کردم و اصلا لایقش نبود روح شاد آه. خیلی دارک بود بچه خیلی زود قضاوتم کردید اصلا بذارید توضیح میدم حالا بعدا خب توضیح توضیح <laughs> یه دقیقه سکوت بخواد. من خیلی ناراحت شدم از بودش <laughs> واقعا ناراحت شدی جدی ولی همش داری میخوندی نه میدونی چی شد به نظرم صرفا به خاطر اینکه من راحت راجع به مسائل صحبت میکنم مسائل خودم اینجوری برداشت میشه که انگار مثلا اوکیه یا مثلا بی اهمیته یا کم اهمیت بوده برامو یا مثلا دارم میگم اوکی شما هم بکن کامان نه تو رو خدا بگو چه جوری شد کجایی بود اوکراینی بود بعد توی یعنی توی سرباز بود یا نه مال سال 2019 بود جنگ اوکراین که دو سال پیش اصلا استارت خورد و ما اصلا خیلی وقت بود کات کرده بودیم لانگ دیستانس هم بود بای دی وی تو پرانتز اصلا لانگ دیستنس نه نه اولش با هم بودیم بعد لانگ دیستانس شد بعد من گن زدم و خودم کات کردم اصلا اونم. حتی به اونم برسن. نگفتم آره اولش بهش نگفتم چون خب خیلی خودخواهانه بود به نظرم که حالا تو لانگ هم هستی صرفا به خاطر اینکه خودم از وجدان دارم برای اینکه راحت بشم مثلا که بدونی مثلا اون درد و اون بارو رو میدی به طرف مقابل میگی که حالا دیگه یا ببخش یا نبخشی ولی خیلی به نظرم خودخواهانه بود نگفتم اولش تا چند ماه گذشت و اون اون چند ماه خودم بعد خودم رو مجازات کردم یعنی تاوانش رو بد پس دادم خب ولی دیگه بعد از نه ماه به یه جایی رسیدم که خودم هم چون میخواستم دیگه خودم رو ببخشم و بس بود بهش گفتم دلیل اصلی کاتمون رو گفتم ببین من به خیانت کردم راستش رو بخوای اینا خیلی ناراحت شد ولی تشکر کرد که اون موقع بهش نگفتم و گذاشتم یکم بگذره و بعدا گفتی قبل اون اتفاق قبل از اینکه آره وگرنه آره دیگه همش از وجدان که بعد مغزت درگیر بود اونجوری حالا جالب اینه که توی زمانی که توی رابطه بودیم هم یه بار از من این سوال پرسیده بود کیمیا اگه یه روز جنگ بشه و من بخوام برم جنگ تو این اجازه رو میدی چقدر دارک و اصلا هیچ حرفی از جنگ نبود اون موقع به خدا بعد گفتم نه یعنی چی باید به مثلا اگه بلای سرت بیاد اینها چی بعد اون موقع گفتش که نه من منظور من تمپل بود <laughs> خیلی آدم اسپریچوال و معنوی هم بود می‌خواست ببینم دلید. واقعا حالا سفت مبدا شاولین یعنی نه آه. ببینم <تصفح> نه یه سوال اه... به خدا سوالم یادم رفت <تصفح> آه نه چند وقت با هم دوست بودین با لانگ دیستنس با هم دو سال خیلیه من کلا آدم رابطه طولانی <تصفح> ماجرا <تصفح> <تصفح> خب بذار بگم چه جوری بود ناکن اول که یه نفر وقتی میاد مثلا صحبت میکنه توی پلنت یا هر جای دیگه ای آقا این اجازه رو بدیم همه نظرشون رو بگن خب سری مثلا تیرکمون رو ورنانی بزن تو شقیقه طرف چون طرف داره نظرش رو میگه همین که یه نفر شاید آن پاپیولر اینکه این که تو یه نظر غیر محبوب داشته باشی اعلام کردنش خیلی جورت میخواد خب و قشنگه که به هم دیگه نشون بدیم آقا این جرات رو داشته باش بگو اگه یه نفر میاد میگه بعد یو همه بهش حمله کنن که خب دیگه باحال نیست همه باید میام قرم هم دیگه بریم هیچ نظر مخالف نگه دیگه برای همین من اینو زودتر دارم میگم که فعلا گوش کنن حالا بعدیم با... میگم آخه هنوز اصلا چیز بدی نگفت خو خب آخه نه تو لازم میخواد بگه <تصفح> 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 تو نرگفتن. تو لول اول اینه که مثلا من یه ریویو کنم اون اتفاقی که افتاد تا جایی هرجام اشتباه است تو میگی دیگه ما برگشتیم گفتیم که تو گفتی ذات انسان چند همسریه, چند همسریه. خب، این یعنی, ز... دیفالت ستینگه. هیچ هیچ انسانی ام... این نیست که فقط به یک پارتنر بسنده کنه یعنی تنوع طلبی همسر رو ازش هست کن اینجوری داره جمله بهتر میشه خب اصلا همسر رو برش کن چند جورت. پارتنری من مرحله مرحله ببینم موافقت میکنی این تیکه حرفش موافقی یا نه ذات انسان چند پارتنریه و یعنی طلبی به خاطر بالا بردن شانس تولید مثل و بقا و اینها دیگه همه چی کلا مثلا اه. مردا مخصوصا حال ما نمیخوام تولید مثل کنیم نمیشه سکس کنیم مثلا ها. یعنی میشه مثلش نیاد ولی ما کارمون انجام بدیم نه اینو قبول دارید, دارید که بدون مصر راه نه قبول دارید که انسان تنوع طلبه دار... بله. داره خیلی میگه. چیزشو میگه یعنی تاریخیش میگه مثلا تو اجداد ما آره دارم خیلی برمیگردم به قدیم من بله ما جفتمون تا اینجا قبول خب بعد سوال چی بود؟ <applause> خب نه. <applause> نه بعد چه اتفاقی میفته؟ <applause> چرا آدم روش در پوش میذاره؟ تو میری تو رابطه آها. پس چرا اون رابطه رو پس چرا اون کارا رو نمی کنی؟ اوکی okay. منم هم همین میخواستم بگم سالهای ساله که انسان داره سعی میکنه خلاف این رفتار کنه و هی داره گند میزنه یعنی سوال هاست که نتونسته این یه خیانت یه اتفاقیه که جهانی اولا این خیلی داره اتفاق میفته و همه جا هم ممنوعه همه جا بده تو همه دینا گفتن نکنید و فلان اینها بعد به نظرم دلایل مختلف داره مثلا قبلا ازدواج وقتی صورت می گرفت یه حالت یه دلیل سیاسی داشت مثلا بین دو تا قلم روی حالا خیلی قبیله. دارم آره قبیله ها اصلا یا حتی دو تا تایفه مثلا با هم دیگه پیون... پیوند پیوند میبستن و اینا و اون صلح به وجود میاد بعد حالا اگه یه نفر خیانت میکرد مخصوصا زن اگر خیانت میکرد میکشتن اصلا, اصلا یه سری چیزهایی میپاشید نه اصلا امنیت میدونی اون سیاس جنگ میشد اصلا شاید میدونی جنگ میشد بعضی وقتا بعد حالا ازدواج دلایل چه میدونم نه دلایل منطقی همه داره مالی فلان اینا آه. باز منظورم قبلا هست یه چیز دارم دارم میگم الان برعکس شده حاشق پاورقی چم آخه نه یادم داره میاد میخوام بدونم با منطقم جور در میاد یا نه مثلا یارو شاه دخترشو آره. میداده به یه قبیله ای در ازای ای گرفتن مثلا میدونم. آره دیگه به یه جایی میداده در ازای اینکه یه چیز دیگه خادم. به دست بیاره دختر کاری نبوده فقط میداده که بده یه وسیله آره دیگه این مثلا نگاه کنی با پرنس مثلا پرشیا. یه جایی دیگه با پرنس اف مثلا ازدواج کرده بوده اینها بعد حالا یه چیزی چرا این دابل استاندارد استاندارد دوگانه مرسی همیشه وجود داشته چون باز برمیگرده به همون قدیما مثلا شاه میتونسته چند تا زن اختیار کنه دیگه ولی به خاطر باز اینکه که فرزن داشت زیاد بشه جانشین مثلا زیاد داشته باشه اینا ولی مثلا زنه اگه خیانت میکرد دیگه مثلا خیلی بد بود و اون بچه خونش باید تمیز و اصیل می بود حتما باید مثلا بچه اصیل زاده می بود دیگه بچه شاه بعد می بود اگه میرفت خیانت میکرد کرد خیلی, خیلی بد میشد می باشی دیگه مدرن نشینه نه بحث اینه که اون بچه کیه آره دیگه چون... یکی از حالا تئوری تو که بچه... پرنس دایانا رو خب تو انگلیس رو دستکاری کرد نه دیگه چیز بود دیگه فرست نه ف... عروس خانواده سلطنتی بود و بعد از اینکه خب این خیلی رسم نیست تو خانواده سلطنتی طلاق دیگه خیلی چیز دارکیه این وقتی طلاق گرفت رفت با یه مصری خیلی پولدار اگه اشتباه نکنم حالا مصری بوده یه دیگه و بعد برای اون خانواده چون خیلی داستان داشت توی تصادف خیلی مشکوکی کشته میشه که هنوز که هنوز کیس تصادف مشخص نیست میگن آقا این ممکنه مثلا نبوده. ازدواج نکرده بوده با اون یارو اینا براشون اینجوری بوده که ب... یارو که کوین انگلیس مم. بوده معنی نداره بره با یکی دیگه یا ازدواج کنه که برای این ممکنه کشته باشن یعنی به کجا برسیم بگم که الان برعکس شده اتفاقا الان دیگه اونا رفته کنار الان ازدواج و مثلا تعهد اینا مثل یه قرارداد کاملا عاطفی و رمانتیکه یعنی انقدر رومان آره همین بلش کن <تصحیح> <تصحیح> یه قرارداد رومانتیک شده واسه همین وقتی توش مثلا خیانت اتفاق میفته آسیبه دیگه مالی مادی سیاسی ای، جانی مثلا جنگی نیست آسیب عاطفی فقط ایگوی آدم خیلی ضربه میخوره ایگو چیه منظورم از ایگو چیه خود من وقتی خیانت کردم و خیانت به هم شد و داشتم تو اون خودم رو تو گل میپلکوندم <تصفح> فهمیدم که منشه همه دردهایی که توی عشق هست خود عشق جنسش درد نداره حسادت اسمشو بذاری همه چی حس مالکیت اینا همش برمیگرده به ایگو فقط من من باید من انتخاب شدم منو دوست داشته باش فقط به من حس داشته باش جز من چشمت کسی دیگه یا نبینه منو بخواه و تا آخر عمرت من. من 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 چرا من نه اون من چی کم داشتم از اون بعد لحظه اون درد خاموش میشه که تو واقعا ایگو رو بتونی کنترل کنی اصلا چرا ربطی داشت؟ من ADHD دارم بچه ها لطفا من برگردونیم به لاین اینترنت سرعت بالا داشت میخواستم بگم که <laughs> الان جنس درد خیانت و مثلا مشکل آسیبایی که میاره فرق کرده دیگه و اتفاقا چون تاپیک حساسی هم شده هست. اصلا قبلا یه هم مثلا دوتا تیرو تایفه با هم دیگه می سر اون داستان الان اصلا تیرو تایفه ای نیست یه مجید فردا میگه من دیگه با شهناز ولی خیانت از باشن. همون موقع هم خیلی تو تایف بوده ها تو تایف یعنی از همون موقع هم بوده به قیمت جونشون خب دیگه مثلا یه بوس میکردن میگردن یارو رو میزدن میدونی ام. ولی بوده و هست یعنی اصلا ذات انسان اینجوریه که هر چیزی که ممنوع برگردیم به آدم و حوا میدونستید که لوسیف نظر بگن <laughs> بگو دیگه وقتی نصفه میگی آخه مدگل باشه چی شده؟ نه نه این همه اینا تئوریه بچه من اصلا آدم و هوا با هم خیانت کردن اونا هم هوا که میره سیب میخوره <يصح> سیب میخوره. به نظر من وای مدام یه چیزی زیش بگم چرا نمیگه هیچی میترسم اینجوری آخه فا اینجوری بیشتر پاش بکنی نه نه به جای سیب موز خورده بوده بیا اشالله که موز واقعا چرا این اپیزاده شبی خوابای منه مال خب بعد بچهشم شده بوده قابل آها رضا پیشرو اینا نه اینا همه تئوری من اصلا هیچ به نظر من هیچی مطلق نیست <تصفح> خیلی بر مراقبت باشم خیلی مراقبه داره صحبت میکنه آخه نه از یه جایی پرت شد یه جای دیگه بیا حواسمون باشه برگردیم همون جایی که اول بود از ویدیو ایکس من رسیدیم به قابل آره قابل تو نداره ولی خواهش میکنه قابل شما رو نداره آقا بذار من سوال بپرسم خب رو همون سواله بریم جلو که این تفلک آخه من دارم میبینم اون داره ویدیو رو نگاه میکنه اینجوری اصلا چی داره میشه ببین اینو به من بگو چند بار تو زندگیت خیانت شده و چند یعنی بهت خیانت شده چند بار تو زندگی خیانت کردی یه بار خیانت کردم برای هفت پشتم بود ولی برای ولی قبلش خیانت کردم قبل از اینکه خودم خیانت کنم خیلی بهم به خیانت شده بود یادم <laughs> نمیاد چقدر نه ایت. دیگه نه سه چهار باری شده باری شده بود و من اتفاقا آره مثلا ببین بعد قشنگ روز تولدم و همه جور شد دیگه سرم اومده بود و اینها و من خودم اون کسی بودم که میگفتم و هر دفعه درد داره هیچ وقتم دردش کم نمیشه یعنی هر دفعه یه اندازه درد داره تو هر چقدر با این تئوری که داری میگی یعنی بگی آقا من این تئوری رو قبول کردم که انسان تنوع طلب فلان و اینا شما فردا با بهرام میری تو رابطه خب حالا این آقا بهرام ما تنب و طلبه ریاکشن تو تو اون رابطه چیه آقا یه شب مثلا برمیگرده میگه کی میام من امشب خیلی کار دارم مثلا چیز و فلان اینا نیستم تو به شک میکنی یا فکر میکنی چون اون که نمیاد به که من دارم مثلا با سارا میرم بیرون ببین اینا قبل از رابطه قبل از اینکه وارد رابطه بشی باید صحبت بشه نمیشه آخه یارو نمیاد بهت بگه که مثلا من اگه میشه با تو باشم ولی مثلا با پنج نفر دیگه باشم جدیدا میگن. میگن. آره، میگن خیلی کمه ولی ولی همتون یه چیزی یادتون رفت شما دوتا اصلا صحبتی که اونجا شد که هیت گرفت این نبود سوتونای من صحبت این بود, این بود آره. که میبخشی یا نه, نه. میگفت که من میبخشم و از دید من اگر رابطه سکشوال باشه فقط م... درست یادم من داره. اصلا راجع اینکه تا چه حد خیانت مجازه حتی صحبت نکردم حالا من چیزی که یادمه دارم میگم دیگه یعنی این بحثو به وجود آورد برو که من میگفت میبخشم خیانتو و فکر کنم تو بودی این حرف اونجا زدی که اگر سکشوال باشه فقط و حس عاطفی نباشه از دید من ایرادی نداره اینو نگفتی اینو از خیلی اولی شنیدم خب م. که اون روز هم داشتیم با هم در این مورد صحبت خیلی می کردیم اصلا داشتیم من و تو با هم صحبت می‌کردیم می می میگه که بذار من تئوری رو بگم چیه دی تئوری نه دیگه این عملیه یعنی اصلا تو امتحانم میاد ببین تو داستان این شکلیه که حالا دختر یا پسر فرقی نداره ذهنیتش این شکلیه تو رابطه میگه که اگه من بدونم که پارتنر من رفته با یکی خابیده ولی هیچ علاقه ای به اون طرف نشه انگار مثلا رفته مثلا خودش رو ارضا کنه آره و لانگ دیستنس هم نیست یعنی کنار هم توی شهرم ولی فقط تبس کرده حالا اون شب دیگه اصلا اصلا فردا دیگه ای این آدم رو هیچ وقت تو زندگیش نمیبینه اصلا آره. براش آره مهم نیست این آدم شو کیه خب آره اون آدم رو به چشم یک آبجکت میگه یک شیء میبینه میدونی انگار مثلا یه وسیله ایه که این با اون از شده من با این مخالفم نمیتونم خب میدونم بذار چهار نفرم پشت صحنه به علاوه خود سری نظر موافقید با این قبول میکنید قبول میکنید قبول میکنید من خودم هم مخالفم اینجا قبول نمیکنه خب همین میگم زود جاج شدم اون روز چون اصلا یه جوری شد که انگار من موافقم که اوکی حالا یه خیانتی هم بوده میبخش و اینا نه آره ما یه بار راجع به این تو هم حرف زدیم که گفتم یه سری آدما صحبت کردیم به هیچ نتیجه هم نرسیدیم آره. که اونایی که میان اینو میگن یعنی چی اصلا وقت چرا اینجوری شده یه چیزی بگم چرا اینجوری شده رو اتفاقا همین میخواستم بگم به خاطر اینکه الان تو الان کلا اصلا فرهنگ همه چی یه جوری شده که میگن اولویت فقط توی باید خوشحالی خودت و نیازهای خودت همیشه تحت هر شرایطی در اولویت قرار بدی هیچ کس دیگه فداکاری نمیکنه هیچ کس دیگه پارتنرشو حتی که چند سال باهاشه تو اولویت قرار نمیده فداکاری نمیکنه چیزی که فداکاری چیزی که تو میگی که... به کارت برس ولی عاشقم نه با... برعکس دارم میگم نیازهای خودت رو فدا کنی مثلا دلت خواسته بری خیانت کنی الان میکنن میگن نیاز دارن میدونی نیاز داشتم کردم فلان میگن طرف میگن الان نرمالایز شده و این بده طرف من میگه که آقا شما فرض کن پارتنرت میاد میگه خیلی عجیبه آخه بعد, بعد خیلی ریلکس نمیگه مگه تو اینجوری نیستی میگه فرض کن پارتنرت یه شب رفته بهت خیانت کرده تو هم نمیدونی نمیاد بهت بگه خب بعد فرداش با یه حال بهتری میاد پیش تو تو خب ه... تو نمیدونی چرا حالش بهتره ولی خب ندونی... حالش بهتره دیگه آخه ندونی هر دفعه میاد فکر میکنی چرا قبلش خیانت کرده که حالش خوب باشه خب نه این الان اون فکتی که اون داشت میگفت این بود ولی ای داشت میگفت خب اگه قراره اونجوری رو تو رابطهتون حالش بهتر باشه خب برو بکنی خب این دیگه. سر و زیر برف کردن دیگه بعد میرسید بعد میدونی چرا به داستان تو گره میخورد این تو تئوریت اینه که انسان تنوع طلبه پس میتونه مثلا فلان 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 اونم میگه که اون پذیرفته که انسان طلب و طلبه و داره با همون داستان رابطهش رو یکی میکنه میگه خب خیلی خب پس تو حتما پارتنر من تنوع طلب دیده برای همین همه فکر میکنن که خب تو تا اونش هم اوکی چجوری میتونی فقط با تنوع طلب اوکی باشی ولی این ور اوکی نباشی سوال اینه تنوع طلب بودن انسان رو قبول میکنم چون که مثل یه فکت قبولش میکنم ولی اینکه تو طبق اون عمل بکنی یا نه یا چقدر آدم اراده داره دیگه آره. یا کنترل داره دیسیپلین تعهد دیسیپلین ذهنی میخواد تو هر روز باید اون کانترکتی که بین پارتنرت تو خودت هست و هر روز تو هر شرایط خطرناکی که کنی. پیش میاد اصلا خودتو نباید تو موقعیت خطرناک تست کنی حتی خیلی وقتا خیانت وقتی اتفاق میفته که خیلی به خودت مطمئنی و فکر میکنی که نه من که کار نه نمیشه I this. من خیانت نمی کنم هیچی نمیشه فلان یا حواسم هست ولی اتفاقا همونجاست که میبینی اون لاین رد شده و بعدش رو دیگه نمیشه جمع کرد از وقتا خب داشتیم صحبت میکردیم تو خودت چه ویدیو ساختی هفته پیش؟ رسیدیم اون نه خیلی بامزه بود یه ویدیو ساختیم شبیه خوابامونه دیگه یعنی اگه مثلا دو ماه پیش قرار بود بدونیم که مدگل و کامبیز قراره توی دونه ویدیو با هم دیگه ببینیم شاید هیچکی باور نمیکرد ولی بامزه بود خیلی باحال بود خیلی, خیلی آره, بود. آره. تجربه چطوری بود البته خب خیلی وارد یه سری داستان من یه میدم به جنبش واقعا همینجا تو این برنامه من تا دلت بخواد ببین دیسش ببین جفتتون دا. دیگه همین که میای میشین با هم دیگه توی ویدیو خوب صحبت میکنین اون بیشتر باید اون میگه اون بیشتر اون بیشتر باید نمی اومد ولی یه چیزی که داشتم فکر میکردم اتفاق حالا شاید تا مثلا در روز آینده یه چیز دیگه از منم بیاد که باز شبیه خوابای همه باشه میخواستیم در مورد آره ولی خب نه اون الان نمیتونی صحبت کنی فلانه ولی ولی میخوام اینو بگم خیلی موقع حال بودن اون بحث از جایی شکل میگیره که حرفا دیگه اصلا مثل همدیگه نیست مثلا خب اوکی تو اگه بشینی با یه نفر که همه چیز تئوریای ذهنش مثل تو صحبت بکنی میشین دو نفر که دارین فقط همدیگه رو تایید میکنین خب یعنی همینجوری از اول تا آخر ویدیو خب اون باید باشه اون که قشنگه اوکیه ولی مخاطب دوست داره یه چیزی بعضی موقع ببینه که واقعا شبیه خوابشه یعنی مثلا اینکه میگه اصلا چجوری میشه این دوتا با هم مثلا خیلی مثلا بعد از این ویدیویی که شما گرفتین اصلا بعید نیست که مهمون مثلا هیدن و ارفان باشن حالا اکس شیر که نه ولی چه اشکالی داره این دوتا با هم دیگه یه ویدیو بدن خب دیگه همه ارفان و نمیدونم اون اکیپشونو که یه جا دیدن اونا هم که یه جا دیدن الان مردم تشنه دیدن دوتا تا چیزی که روبروی همن با هم دیگه مشکل دارن حالا مشکل فکری هرچی که هست و به نظرم از تو این دیگه الان کانتنت در میاد چون کانتنت های عادی دیگه به نظر من 100 درصد درصد موافقم و بود بر خودم تجربه باحالی بود من خودم فکر نمی‌کردم که همچین حرکتی بزنیم ولی نفر بعدی که فکر میکنی آخرین شخصیه که ممکنه باهاش توی کادری حالا به هر عنوانی باشی کیه آن نه دیگه یه چیز خیلی این توضیحات داره. داره این توضیحاتش اینه که بالاخره مدگل کاری ندارم از لحاظ تفکر و مسیر فکریش با من متفاوته ولی اصلا هیچ وقت آدم خزی به نظر من نیست خب نبوده اون, اون نیست آرتیست کاتگوری چیزو کاتگوری من دیگه با اونا با اینکه تو ساید مختلفا نمیرم بشینم پای صحبت حالا نه خزو نرو آره یکی که همچنان میگه... مثلا میگه آقا یارو خیلی یه دنیای دیگه است نه دنیای دیگه نه تو میگی مشکل داشته باهات دیگه یا داره باهات یه چیز دیگه عجیبه کادر کامبیس کنار اون آدم فردا با آرتا من مصاحبه کنم عجیبه دیگه راست میگه اینم عجیبه آره من مشکلی ندارم مثلا با این داستانا برای اینکه آرتا بالاخره کرکتر آرتیستی هنری باحالی داره تو جامعه یه آدم دیوونه نیم میدونی شد میگم ولی هیچ وقت با یه آدمی که لوک بدی تو جامعه داره دوست ندارم صحبت کنم این بحثش متفاوته با هم دیگه منطقی گفت آقا امروز مهمون دختر داری من سوال دختر رو نمیخوام بپرسم که دو با هم آره دو تایی باهم نمیتونستیم در مورد صحبت کنیم به ما نمیخورد من میخوام به ما در واقع میخوام در مورد پریود خانوما صحبت کنیم خب نه اتفاقا آها یه سوالی دارم حالا اگه اتفاقا در مورد پریود چیزی داری بگی <applause> نه، راجع به PMS حرف دارم ولی اوکی. اوکی، حالا صحبت میکنیم ببین شده که توی شرایطی قرار بگیری که به خاطر پریود بودنت یه برخورد بدی از یه پسری ببینی حالا حتما برخورد بد نه یعنی بگی آقا این کار چی بود کردی حالا تا فهمیدی پریودم حالا دیگه فکر کنم زیر مجموعهاشو فهمیدید مثلا یه وقت به کنسلیه برنامه میخوری سر این خیلی بخوام باز صحبت آره. کنم یا این عکس عملای بدی به خاطر پریود از یه پسر ببینی من میخوام در این مورد صحبت کنیم تو به نمایندگی از خیلی دخترا میتونی در مورد پریود و مشکلات پریود صحبت دو تا مورد یادم اومد یکیش کنسلی بود کنسلی دیت اول فکر خیلی مشتاق مثلا دیت اول کنسلی نه 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 نه, نه. ولی اوایل رابطه بود و این تعریفش کن خودش خیلی مشتاق گفت Hey come over فور a درینک مثلا یا امشب درینک بزنیم نه امشب درینک بزنیم دوره هم باشیم و اینا بعد گفتم آره بعد خدا یادم نیست چه جوری فهمید که منو من اون موقع پریود بودم خودم مهمن. گفتم ولی میشه یه دقیقه پازت کنم چرا گفتم همینو میخوام ببینم خودم, هم خودم هم میدونستم که میدونی میدونستم که حس می آره ببین اگه مثلا اونجوریه من الان مساعد نیستم خب <سطبعت> و اونم نامردی نکرد کنسل کرد خوب <صحان> <سطبع> من همین میخواستم من میخواستم فیر باشم یعنی مثلا داداش ول کن دیگه حالا مساعد دو داداش که نه, نه, نه ولی, ولی... داری ولی تو احتمال میدی اگر نمیگفتی و میرفتی و اون اواخرش میفهمید ممکن بود می که کمی مثلا شده همچین موقعیتی نه, نه شاید برو داشت... نمی آورد دیگه ولی حالا آره دیگه بروش نمیاره خیلی, نمی آره نمی آره خیلی زشته نمی مثلا خیلی میارم پاشا من چرا شاید این رو بعد از همه دخترها بپرسی من خیلی دختره میشناسم که جواب سگ میشه مثلا تهش اینجوری که که نمیگه مثلا چی گفته با پریود بشی مثلا نمیگه مثلا چیزی دی ولی اینجوریه که مثلا و خوابم میام میخوابم و آره دل خب یهو یارو از این رو به اون رو میشه آره کلا کراکتر عوض میشه من میخواستم در مورد من همین اون اتفاق نیفته و خب دیگه درستم فکر کرده بودم این قضیه زیاد پیش میاد برای شما ها که نه مجبور بشید اینو بگید یا نه احساس میکنید خیلی از پسرا میتونی باشون دیل کنی این قضیه رو که اصلا آقا همین دیگه هم برای من خیلی پیش نیومده ولی یه قبل اینکه یه مورد برش. دیگه که بدتر از این و رو مختر بود این بود که من پی ام اس بودم اتفاقا یا عصبی گفتم دارم مثلا پریود میشم گفت اوه اوه پس دیگه این چند روز سمت من نیا یه سوال چون اینو بعضیا شاید ندونن من خودم برات بگم این, این از اونم بدتر پی ام اس دو اون دوره قبل از پریود پرمننت <laughs> قبل از چیزه <پرمینه laughs> <پرمینه دیگه دید. laughs> قبل از پریوده نه آره سندرم پیش آه. از قاعدگی نه نه پیری منستر سندرم پیش از قاعدگی دیگه خب یه بار دیگه نه سوالی ای... نه واقعا نه It's a PMS Prime Minister of the Not your fault موزیک دارم میدم راجب PMS, PMS می <laughs> این موزیک کنه راجب PMS میدونه سی نه اینم فکت واقعیش ببینم نه این سوال دارم ازش آها در مورد پریود بپرس بله 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 ببین اصولا وقتی پسرا میخوان با یه دختری دیت بکنن که تو ذهنشون اینه که شب میخوایم دیگه مثلا زارتان، زارتان. آره دیگه اون بشه میدونن خب دخترم احتمالا میدونه تو ذهنش دیگه نمیشه ندونه من باور نمیکنم یعنی مثلا دیت اول؟ نه, نه دیت اول نه اون اون شبی که میدونن قرار یه شب اول باشه حالا بر اساس این فکتی که من وارد بازیتون کردم دختره منطقیه به پسر بگه دیگه چون دختره میدونه قرار این شب اتفاق دلسته. نیفته ولی پسره نمیدونه و بنا به همین فکت پسره میتونه اون روز کنسل کنه قراره رو خیلی پیچیده است ببین بر... اگر ببین نه نه آقا من الان باز الان باز همه منو میزنن نه, نه 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 بحث اینه شما ها می، شما قرارتون بر همینه تو ذهنتون نه هیچ وقت اولین او بار نمیدونی قرار اولین اینه دون... نه بزر... اولین بار نه ببین همون داستان است که مثلا با جوکش هست دیگه با با دخترو داری میری دنبالشون بری خونه سر را میگه سوپرمارکت وایسات استرس میمیری دیگه سیگار میخواد نوار بهداشتی میخواد داری سکته میکنه امیدواری که میره سیگار بخواد. بعد تو همیشه بهش میگی من خودم میرم میخرم میگه نه اینجایی که میگه نه من خودم باید برم تو دیگه وقت خدافزی کنی با اون شب خب ما <تصفح> یه بار راجب همین توی پلانه صحبت آه آه خواب دیدم آره 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 صحبت. ولی میخوام بهت بگم که هیچ وقت نمیشه یه فرمول ثابت کن ببین تو <تصفح> اوکی <تصفح> تو تو دلت میدونی که قراره امشب به اون سمت بره ولی مطمئن نیستی دختره هم میگه آقا من دارم میرم امتحان میکنم آمادگی این قضیه رو میتونه تو ذهنش داشته باشه ولی قرار نیست حتما باشه تو این شرایط دختره میتونه نگه خب برای اینکه تو ذهن هیچ کدومتون انقدر مطمئن نیستید خب بن... که دارم راجع موقعی میگم که دیگه چند بگم؟ بار همدیگه رو دیدین و دیگه احتمالا میدونی که قاره یه اتفاق بیفته خب بعد باز پسره تو این مرحله کنسل کنه بازم بده به نظر من برای حفظ حیا و آبرو و برای دوم برای یه برنامه بعدیش هم که شده نباید این کارو بکنه یه چیزی بگم دختر زمانی نمیگه که احتمال میده کار به اونجا بکشه ولی ته دلش نمیخواد اون اتفاق بیفته و اون خشاب آخر که نگه داشته اگه لازم شد رو کنه واسه در یه نوار داشتی میده دسته یه نوار داشتی مذارت بکن تو اگه دختره بخواد اون اون اتفاق بیفته <applause> اصلا یه جوری میچینه که تاریخ ها رو تنظیم قشنگاره آره امغاد فنی امغاد بود. بود فقط یه دختر میتونست اینو بگی اصلا من اصلا به هم نرسیدم چین خشابی همیشه <applause> 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 خشابمون پر <پوره> میریم دیگه ببین تو همین فکر میفهمی خشابت خالی اصلا پر نبوده مشقیه دفترشو برمیداره دفتر رو میذارم کنار ببین آها اه آه تو یه میخواستی بگی به من چیز کردی یه نکته میخواستی راجب خیانت اضافه کنی آره راجب اون هنوز حرفم تموم نشده ولی میترسم چیز بشه نه بگو آخه اوکی دیگه کننده بشه. کننده نه چرا نشستی تو کنم دوست دارم اصلا بگم اینو حالا شاید یه جایی به کار یکی بیاد یه جمله از متیو هاسی یه ریلیشنشیب کوچه که خودم خیلی دنبالش میکردم اون مثلا همیشه میگه که هیچ وقت نمیتونی گارانتی کنی که پارتنرت بهت خیانت نکنه یعنی بعضی اصلا با این ترس هستن دیگه میگن از کجا بدونم الان برم بعد سالها اعتماد کنم احساس و اینا رو بذارم از کجا مطمئن باشم صد درصد که به من خیانت نمیکنه این دیگه آب پاکی میرزه رو دستت میگه هیچ وقت هیچ کس نمیتونه صد درصد گارانتی کنه ممکنه اتفاق بیفته ولی تو باید اونقدر خودت مجهز باشی مجهز از لحاظ ذهنی, ذهنی. بری توی رابطه که اگر این اتفاق افتاد با کمترین آسیب بتونی ازش در بیای یا تو به اون نقطه رسیدی بتونی رد کنی آره منظورم این بود که یه جوری شد که انگار باز اینجا مسئلتون منظورت مسألتون. اینه که مجهزی به بخشش یا نبخشش خیلی بستگی داره به شریعت اینم میخواستم بگم خیانتی که تو رابطه اتفاق میفته بچه اصلا به خدا کانسپت سیاه و سفید خوب یه قربانی و ظالم نیست همیشه همیشه اون کسی که بهش خیانت شده قربانی داستان نیست صرفا این قشنگ شد این, این فکت رو باید توضیح بدیم برو بریم یه خاکستری بگو از اون قربانیه ها. حرفای خاک برسری نزن. نه الان باید دنبال مثال بگردم برای خودم اتفاق نیفتاده ولی مثلا یه ازدواج طولانی رو در نظر بگیرین چرا میخوایی؟ من دارم ما اینجا داریم زحمت یه ازدواج طولانی در نظر بگیریم مرسی یه مرسی که در نظر گرفتی اوکی خدایی پاشا رو در نظر نگیر چنده چرا تشکر کرد برو الان مثال باید بزنم یه چیز دیگه میخواستم بگم و یادم میره ازدواج ازدواج یه ازدواجی که مثلا فکر کن یه پارتنری همش سوء استفاده میکرده اصلا اگرسیف بوده گسلایت میکرده خیلی اذیت میکرده بعد اون حالا مثلا شخصی که خیانت کرده اصلا از ترس یا با یه جمله خفنه دیگه بگم بابا اونو بگو کجا همیشه, بگو دیگه همیشه دیگه توی همینه توی همینه بگو تو همین بگو همیشه کسی که خیانت میکنه به این معنی نبوده که یکی دیگر رو به پارتنرش مثلا ترجیح داده یا دنبال یکی بهتر بوده یا هر چیزی در واقع پارتنرش رو به یکی دیگه ترجیح نداده نه بعضی وقتا آدم دنبال یه ورژن دیگه ای از خودش که میتونه برای شخص دیگری باشه رابطه ای داری دنبال یه ورژن دیگه ای از خودت نه اوکی اونو صحبت کنیم خب آ... خیلی باحال چیزی که داری میگی دوباره شد همون داستان خب آره دیگه الان, بدونم الان, الان دل... هر رشته کرده بودی من, من میخوام برات مثال خودتو اصلا بزنم دیگه چرا هیچ کدوم اینا توجیه خیانت نیست بچا م... توجیه م... مثل یه سرطانه به نظر توجیه چیه خدایا خیانت مثل یه سرطانه که میفته توی رابطه یعنی هم آسیب داره خطر مرگ داره همه چی داره ولی احتمال درمانش هست و شما اگه این کانسر سروایور هست که از پروسه درمان سرطان و شیمی خب میان بیرون میبینید هیچ وقت اون آدم دیگه اون آدم سابق نمیشن خیلی از لحاظ ذهنی و همه چی اصلا اون درده یه رشدی بهت میده اصلا دردی که به خاطر خیانت اتفاق میفته تو زندگی هر دو نفر این چیزی که داری میگی من فقط یه روایت میکنم از یه داستانی از یکی از دوستای خیلی نزدیک من که ازدواج کرده بودن یعنی از شوهرش این چیزو دیده خب اینکه در خونه رو باز میکنه و میبینه شوهرش با دوست صمیمیش وسط داستانن خب و یه نکته ای که بهت بگم اون آدمه که خیانت دید یعنی در واقع دوست من رفته نکست لول یعنی از ماتریکس خارج شده اصلا یه کاراکتر دیگه ای از خودش داره درست میکنه یعنی تو حالت عادی جوری بگم که چیز یعنی تو اون حالت عادی تو یه لولی مونده بوده که داشته همونجوری با اون مسیر باید شاید یه آدم سمی داشته جلو میرفته بعد که خیانت رو دیده اصلا رفته تو <تصفح> اصلا رفته تو یه لیگ دیگه میدونی اصلا آپگرید آب... شده یک شده ده لول بهتر از اون <تصفح> چیزی که بوده حالا من نمیگم خیانت کنی یا رو بهتر میشه میگم واقعا چیزی که داری درسته سرطان من میگم ولی خب اصلاً چ... چرا من سوالامو نپرسیدم تو بپرس آه. تو بپرس هیچ کس دوست نداره سرتان بگیره واقعا یعنی آه. یعنی وقتی خیانت اتفاق میفته تو رابطه هم خیانت کننده هم خیانت شونده جفتشون آسیب میبینن من خودم میگم هر دو طرف داستان بودم هر دو طرفش بده از دو سر سوخته واقعا خب ولی یه طرفش خیلی بده یه دقیقه من بذار خیلی واضح ازت سوال کنم دوست پسر شما الان به شما خیانت میکنه چه خیانتی بکنه از دیدتون نسیاه نسفید خاکستریه خیانت خاکستری نیست اون سیچویشنی که به وجود میاد باید بررسی بشه به نظر من مثلا تو باید توی باید. رابطه خودم باشه ببین بستگی داره که اون خیانت آه اون روزم گفتم اتفاقا بستگی داره اون خیانته به چه دلیلی مثلا انجام باز میگم توجیه نمی کنم و... من هر سوالی داشتی هم من بتو. اصلا ز... آره مثلا بی کرده اصلا نتونست چه چه معنی داره دلش, دلش رفته. خواسته رفته نه اینا توجیه پذیر نیست برام یعنی چی باید قوی باشه همین آخه دیگه نه یه موقعی هست مثلا یه از عصبی بوده رفته خیانت کرده نه. یه کم بودایی هست نمیدونم طرف اصلا سه سه اعتماد سه به نفس ممکنه توی خیلی از ازدواج این اتفاق میفته خب سال ها مثلا خب به اون راحتی نیست یه جمله دیگه تو اون پلنت گفتم قبلا گفتم آدم میتن. به کسی خیانت میکنه که نمیتونه اتفاقا باش کات کنه یا نمیتونه از دستش بده یا نمیخواد از دستش بده خب بازم توجه درستی نیست چون نمیخواد از دست بده ناراحتش کنی میدونم می میگم لازم نیست حتما کسی که نمیخواد از دست بده ناراحت کنی آهان و اتفاقا افرادی که خیانت میکنن پشیمونیشون فقط از اون ناراحت کردن پارتنرشونه وگرنه از خود اکت خیانت از هیچ کس پشیمون نیست حالش هم کرده فقط از اون به دلیل اون آسیبی که به پارتنرش زده از آوجان میگیره خب بازم من جواب سوالمو نگرفتم خب. اگه دوست نه آخه من خودم اوکی نیستم کنم میخوام بدونم کجاش خاکستر کجا اگر به بخشی قوی ترت میکنه و میتونه ببینم. درمان کنه رابطه تو من اینو نفهمیدم تو فهمیدی بهم بگو من یکم دیگه بگم مثلا یه ازدواج طولانی چند ساله است بعد زن و شوهر اصلا ده ساله با هم یه کانورسیشن عمیق نداشتن اصلا اون رابطه دیگه داشته میمرده بعد این خیانته که اتفاق میفته چند تا چند مدل می... میتونه پیش بره یعنی اون کاپل تصمیم میگیرن که از این خیانته چه استفاده, چه استفاده بکنن, خیانت یا میتونه یه رابطه ای که زاتن آردی مرده بوده رو دیگه کلا تیر آخر رو بزنه بکشه یا میتونه زنده کنه بعضی وقتا چرا ساده ترینش اینه که این دوتا برای هم دیگه عادی شده بودن اصلا فکر میکرد یا اصلا ترس از دست دادن تو انسان خیلی هست وقتی میبینه یکی خیانت کرده حسادت برمیگرده حس جنسی برمیگرده بعد ده سال حس جنسی طرف مثلا مرده بوده دیگه اصلا با هم هیچ کاری نداشتن کلا برمیگرده نه نمیدونم ولی مورد بوده خود... ندیدید چون به خود من دیدم که طرف حس جنسی به طرف نداشته به محض اینکه خیانت بهش به هم شده اونجوری شده, شده اه, اه نکنه این خوب بود به من نمیدیدم شده خیلی نزدیکتر شده حتی خب بعد اگه بیشتر خیانت کنم با هم نزدیکتر میشن نه دیگه نباید اون اتفاق بیفته دیگه بعد دلیل اون خیانت بررسی بشه دو نفر بشینن یعنی یه جا تو یه دونه مش بخوره تو صورتت اونجا دیگه یه مش من راجع به رابطه اوپن اوپن ریلیشنشیپ که توش چند همسری و همه با هم باشین و حل کردن و اون مدلی هم دیدم و دوستای اونجا. هم نه آره من راجع به اون حرف نمیزنم راجع به یه خیانتی که یهو هو اتفاق میفته و همه آبروغن قاطی میکنن یه آسیب بد میبینه بچه هست تو رابطه نمیشه مثلا اون ازدواج نمیشه به راحتی کات کرد واقعا آسون نیست من میگم نباید یه نسخه رو برای همه روابط پیچیده سر خیانت کرده کات کن طلاق بگیم آه. اونا هم نظرشون رو میگن یعنی ما هم نظرمون رو میگیم آره ولی میگم نکن خودشون تو موقعیت اولا نه هیچ کس تو موقعیت اون رابطه نبوده نه بعد قضاوت کرد بعد داشتم چی میگفتم به چند مدل میتونه مثلا آها تو اون ازدواج طولانی میگم اصلا زن و شوهر همدیگه رو فراموش کرده بودن یه کامرسیشن عمیق با هم نداشتن بعد اون خیانته تازه میان میشینن حرف میزنن میگن چرا این کار رو کردی چی کم داشتی چی میخواستی بیرون از این رابطه تجربه کنی که با من دیگه نمیتونستی یا چی تو رابطه ما برات با ارزش بود که کات نکردی یا میخواسته ببینه چقدر مهمه چقدر جذاب تو رابطه برم ببینم هنوز زنده است این حسه یعنی یا, یا که نه بعد از اینکه این کارو کردی وقتی اومدی خونه چه حسی داشتی تو چند درصد از کسایی که دورت میشناختی مدلی بودن که به خاطر خیانت رابطهشون به فاک بره ولی بعد برگردن به هم دیگه آه دوباره برگردم به هم دیگه میفهمه اون طرف خیانت شده بهش ولی من خیلی زن و شوهرایی رو دیدم که چندین بار خیانت رو مخصوصا خانم نسبت به آقایون دیدن و یعنی به خاطرش ایش... آره به خاطر شرایطی دارن ادامه میدن اینو زیاد دیدم شرایط حالا چند تا چیزی که ممکنه بچه باشه, باشه که خانوادهشون مثلا یه جوری مذهبی نگران از اینکه این همچین چیزی عنوان بکنه از این دلایل زیاده توی کشور زیاد آره. الان هیت بابا بگو باش ولش چرا بیشتر این مدلش من بیرفتی میگم بیرفتی. من نمیگم اتفاقا یه سریع میگم من نمیگم, نمیگم. <تصحیح> آره دیوید داگلاس تو کتاب دور رستورانش یه چیز باحالی گفتین مردا زیاد راجبش حرف نمیزنن به مردا هم خیلی خیانت میشه خانوما هم خیانت میکنن فقط نه... ببین <تصحیح> وقتی یه پسر به دختر خیانت میکنه دخترت ببین یه شوی به پا میکنه که پسر عاشقانه میکنی همه جا رو پر میکنه فلان اینا همه میفهمن بعدم هم دوستها دوستا حمایت میکنن همه دورش رو پر میکنن میر... همه حواسشون بهش هست ولی پسری که بهش خیانت میشه اولا اصلا انقدر به هیچ کس نمیگه شاید به رفیق سمیم میشم نگه حتی چون اون ش... شرمی که تو اون اتفاق هست برای پسر خیلی گرون داره می پسرا معمولا به نمیگن که بهشون خیانت هست شده حس شکست بیشتری باشه آره اصلا زایه است براشون بده نمیگن افت چیز داره نگم افت چیز افت کلاس میگن نه نه افت چیز شخصیت یه چیزی افت آره بده دیگه برای میدونی برای غرور پسر بده اصلا اونقدر راجبش حرف نمیزنن واسه همین آمار شما کمتر میشنویم حتی حتی اگه ببخشن هم نمی... ببین اصلا نمیگن که بتونن ببخشن چون اگه بگن و ببخشن خیلی براشون سخت دکتر باشه خستمون که این اپیزود قشنگ مغزامونو رو گره زد من دیگه <تصفح> خب یه کاری کنیم گره باز شد پس من یه موز برمیدارم ببین اینو که گفت مورنینگ سیکس نه ها نه خوبه بچه هم میخواین بحث رو عوض کنی نه اصلا مورنینگ سیکس من فکرم مورنینگ سیکس بهتر از مسترده چیزه بچه هم مسترده بعدی من مورنینگ سیکس خیلی شادش کنید یکم آره بابا شادش کردیم خب من چی بگم مورنینگ سیکس یا لیت نایت سیکس آره دیگه واقعا خب چیکار کنم من موضوع همه اینو اشتباه خوندم یه موضوع جدید اومد تو موضوع باحالیه به نظر من بفرمایید برای دخترها کلافه کننده است سوال دیگه من سر صبحی من خود حال نمیکنم سر صبحی حال نمیکنم من خیلی دوست دارم سر صبحی آره بابا پاشیم یه چایی چیزی بذاریم دم کنه بخوریم زودترم من بیدار میشه اصلا اون میره چاییشو میخوره اینجوری وای میسه اینجوریه کی میشه این تو برای همین همیشه از سه صبح بیداری بچه دم پایی با دیگه آی به تایم دریکه اونم خیلی شاد شد قمگینش کن آقا ایرج ملکی اگه واقعا نماینده مجلس بشه خب تو چه احتمالات دیگه میدی یعنی ببین چند تا احتمال دیگه شبیه این من تو همون ویدیو گفتم اون عباس مارسفید نه چی؟ عباس مارسفید کی بود؟ خب خیلی چیز عجیبی نیست دیگه یه ذره حالت تبلیغاتی داره دیگه آره ولی از دید ما یکم خودش اصلا حالت تبلیغاتی نه خودش خیلی جدی تر از این حرف خودش که گفت من خیز میکنم و سریاست جمهوری هستن جان؟ گفت چقدر میخندیم بره سازمان ملل جوک بگه کن همه وای زده اما یه لطیفه بگم One day a person single... <laughs> went to a church and uh, I hope you like it. <laughs> Hope you like it خب سوال ندارین دیگه بچه من این سوال های نفر بعدی هم میخواید تو آره آره من از بچه که عاشق سندلی داغ جورت یا حقیقت این چیزا سوال نفر بعدی اکی رپو شروع کردی ما یکی از اپیزود این کاره میخواستیم کامبیز رو بیاریم بسپاریم به تو آره. من منتظر بودم با چاتا بیاریم سیزن دو این کاره با رقص کامبیز شروع نشه رو دیدی؟ پاشا ماساژور میشه آره خب من ماساژور نباید بشم میدونی که ای وای باز دوباره من بگم چرا نمیرقصی شما ترمینا چرا نمیرقصی خب به خاطر اینکه من یه بار رقصیدم دیگه نه دوباره. تمرینای جدی قرار مگه نمیگفتی قرار وارد لایف استایلم بکنم چی کارت کنم نبودی رفتی الانم داری میری آ داره میره همه, همه راه را میرن دیگه ما داریم داری به خدا بریم بریم, بریم. بریم. <تصفح> نه نریم <نه> دیگه یه <تصفح> دقیقه وایسا ای نگفتی تو لایو چند نفر خب همین دیگه, دیگه. بگو ببین اگر عدد درستو بگی من برای اولین بار میخوام به شایزه بدم او به خودش که نده به کامنت ها بده آها باش آره چی میخوای بدی حالا به تو هم جایزه میدم اون یه لحظه خوشحال شد اصلا بغضتون نگاش با رنج 50 تا بالا پایین نگر گفت نه اون عدده باید درست باشه دیگه مثلا میگه یک آره تو اول بگو من میگم آره 1200 1300 اه... آره حال نه نه تو میتونی اصلا بگی 4800 <اصلت> نگی یا این میخواد ببازی کات الان 15 هزار نفر طوله یک و دو نداره تو با این شرط خیلی خب شما اگر درست گفتی 1200 اگر گفتی عدد یک و دو بود چی من بالغ بر 50 هزار تومن نه نه به یه نفر از توی کامنت ها یه دونه لگو میدم به سلیقه تو به 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 یعنی با هم دیگه میریم تولگو رو انتخاب میکنی میخری من میبرم بهش میدم نه من میخرم بهش میدم قبوله اگه درست گفت یقش میکنم قبوله پس خب ندارم من براتون کانال رو عوض میکنم Big moves in my big heels. Since the day that I was born, i a big deal whoa, whoa, whoa. I'm good anywhere, I don't pay a fee VIP with the bosses, that's where I be Throwing money in the air while I'm standing on the seats, Popping bottles with the models, get like me My wrist on froze, never missing any meals I feel like LeBron cause I get the ring If you're bad and you know it, you're my 2020 You can roll with me cause all I do is win